روزگاری در ایران باستان شاهزاده ای ساسانی به نام خسرو زندگی میکرد. در یک شب سرنوشت ساز پدر بزرگ خسرو به خوابش میآید و از آینده مملکت و زن آینده او به نام شیرین صحبت میکند. کمی بعد دوست نزدیک خسرو با او در مورد یک پرنسس زیبای ارمنی به نام شیرین صحبت میکند و خسرو بلافاصله جرقه ای در سرش میزند. خسرو در جستجوی زن آیندهش راهی ارمنستان می شود، اما نمی داند که چه اتفاقی در کشور مقصد در حال رخ دادن است. شیرین پرنسس ارمنی بعد از دیدن نقاشی خسرو به طور دیوانواری عاشق او می شود و سفر خودش را به پایتخت خسرو یعنی مدائن آغاز می کند. بنابر خواست سرنوشت، در وسط سفرهای خود خسرو با شیرین که در نهری حمام می کند برخورد می کند. لحظه ای که در تعداد زیادی از نقاشی ها و پارچه ها و فرش ها جاویدان شده است. اما چون خسرو هرگز شیرین را ندیده بود، او را نمی شناسد و سفر خود را ادامه می دهد. وقتی خسرو در نهایت به ارمنستان می رسد، از سفر شیرین به مدائن آگاه می شود. او که نمی دانست سرنوشت چه خوابی برایش دیده است، نماینده ای می فرستد تا شیرین را به ارمنستان برگرداند. اما کمی بعد از مرگ پدر خودش، یعنی شاه ایران، مجبور می شود به مدائن برگردد. دوباره این دو عاشق در جهت‌های عکس هم شروع به سفر می‌کنند. در مدائن جنرال بهرام چوبین خسرو را از قدرت برکنار می‌کند و او هم به ارمنستان فرار می‌کند تا پناه بگیرد. بالاخره در ارمنستان این دو عاشق با هم ملاقات می‌کنند. اما شیرین از خسرو خواهش می‌کند که اگر می‌خواهد با او ازدواج کند، تخت و تاج خود را از آن قاصد پس بگیرد. خسرو که میدانست بدون کمک نمیتواند در برابر بهرام پیروز شود، از سزار امپراتور روم درخواست کمک میکند. سزار هم قبول میکند به خسرو کمک کند، اما تنها به شرطی که او با خواهر سزار ازدواج کند. خسرو که دیگر چاره ای ندارد، در برابر سرنوشتش سر تسلیم فرود میآورد و قبول میکند که با خواهر سزار ازدواج کند، با اینکه هنوز هم احساساتی نسبت به شیرین دارد. بالاخره خسرو به کمک رومی ها تخت و تاجش را پس می گیرد، اما هرگز لحظه ای از فکر کردن به شیرین، کسی که علت درخواست کمک او از سزار بوده، دست نمی کشد. با اینکه سرنوشت عمدتاً بی‌رحم است، اما گاهی اوقات معجزه ای رخ می دهد و اتفاقاً زن خسرو فوت می کند و با مرگ خود تعهدات سیاسی خسرو نسبت به برادرانش را هم به گور می برد. حالا که خسرو مردی آزاد شده است، سفر خود برای به دست آوردن قلب شیرین را از سر می گیرد و بعد از انجام چندین کار قهرمانانه، پیشبینی پدر بزرگش به حقیقت می پیوندد و شیرین زن خسرو و ملکه ایران می شود. اما پسر خسرو از همسر سابقش عاشق شیرین می شود. عشق او را دیوانه می کند و او پدرش را به قتل می رساند و به مادرخوانده اش دستور می دهد که با او ازدواج کند. شیرین برای اینکه خودش هم از این اندوه نجات پیدا کند، خودکشی می کند. در یک نشانه سمبولیک از عشق آنها، زن و شوهر مرحوم در یک قبر دفن می شوند و روحشان در آن دنیا با هم یکی می شود.